سلام خدمت دوستان عزیز، بریم سراغ ادامه پروژم. بچه ها ما این جمله رو سالشو ساعتشو دقیقهشو در آوردیم. خب چیا مونده؟ روز هفته، روز ما و خود ما، این سه تا مونده. اول بریم سراغ ما. بچه ها ما چیزیش مثل این نداریم که به ما ماه برگردونه، یه چیز شبیهشو داریم. بریم ببینیم. مثلا کنسول dot log future dot get month. get month به ما یه عدد برمیگردونه، ماهو بر نمیگردونه. مثلا نمیگه ماه مارس مثلا. خب بریم ببینیم. F12 ببخشید فول اسکرین کردم. F12 خب ریفرش میکنم. یا کنیم بچه دو برگردم. چرا؟ چون تو ماه دوم هستیم ما. تاریخی که من اینجا مشخص کردم دو بود. خب حالا این عدد رو من باید چی کار بکنم؟ من باید یه آرایه این بالا درست کنم، بگم ماه صفر، یک، ماه یک، ماه دو، ماه سه و الی آخر. اینجا نیا کنید بچه ها، ما الان تو فوریه هستیم، یعنی ماه دوم. خب پس این میشه ماه دو. پس من باید یه آرایه اینجوری درست کنم، از اون استفاده کنم برای اینکه خود ماهو در بیارم. چیکار میکنم؟ میام اینجا میگم که const month مساویس با این آرایه همون اسمش چیه؟ months. months ایندکس بهش میدم. ایندکس از کجا میارم؟ از اینجا future date dot get month. اون عددی که میداره به عنوان ایندکس استفاده میکنم تو این آرایه. حالا ماه هم دارم. حالا ماه اینجا نمایش بدم. کجا نمایش میدم ماهو؟ قبل این ساله. ماف. اینجا مارچ هم اومد. چرا مارچ اومد؟ فوریه بعد میمد. آها آها آها. اندیس که میدید باید یه دونه ازش کم کنید. اگه اشتباه نکنم باید یه دونه کم بشه ازش. منها یک. آره الان درست شد. الان درست شد. بعد یه دونه کم کنید ازش، وگرنه قبول نمی کنه. چون این اندیس ها از صفر شروع می شود تو آرایه. خب این از ما. بریم سراغ روز. روز ساده است. const date مساویس با future date dot get date. ما قبل ماه نمایش بدیم اینو. date 28 من 28 زده بودم دیگه. 28 برج دو میمونه روز هفته. بچه روز هفته هم بچه یه چیز شبیه اینه. یعنی من اینجا می نویسم کنسول دات لاک فیوچر دات گت گت دی بود دفکان دی بود. نیا کنید صفر برمیگردم چون شنبه است اشتباه نکنم. آره شنبه میشه صفر. آره ساندی بود دیگه، شنبه بود. پس اینم اون رو برمیگرد. پس چیکار میکنم؟ اینو کپی میکنم. میرسم const weekday مساویس با اسم آرایه همو مینویسم weekday. اینو بهش میدم به عنوان چیز اندیس. بعد اینم بیام اینجا نمایش بدم. ویکدی بچه این ویکدیزه اسمش چون انداختم ویکدی. یه ویلگول هم میذارم. بریم چک کنیم. ساندی 28 فوریه 2020 درسته. الان درست شد. خب دقیقا شد همینی که این ور داریم. خیلی عمالی. خب اینم از این.
خب بچه ها بریم سراغ قسمت بعدی. تو قسمت بعدی میخوایم حساب کنیم بچه ها چند روز باقی مونده تا این تاریخ از امروز. مثلا اگه فرض کنیم امروز 20 باشه 8 روز مونده، پس اینجا میشه 8. ساعت و دقیقه‌اش هم باید حساب بکنیم. اما چه جوری این کار بکنیم؟ یه قسمتش بچه تو این جلسه میگم، یه قسمتش میره برای جلسه بعدی که باز خیلی ویدیو طولانی نشه. میگم که اول const future time پرواز با future date.getTime. این چی به ما میده بچه ها؟ نگاه کنید console.log future time. بریم اول عددش رو ببینیم بعد راجبش صحبت کنیم. یه عدد خیلی بزرگی رو به ما میده، نگاه کنید، بر اساس میلی ثانیه. بریم داکیومنتش رو ببینیم بچه ها. بچه داکیومنتش رو ببینید، میگه که به ما برمیگردونه تعداد میلی ثانیه از این تاریخ تا الان، تا این تاریخ، حالا تاریخی که من اینجا دادم به عنوان ورودیش، از سال 1970 تا الان، تا این تاریخی که فیوچری که من دادم، اینقدر میلی ثانیه گذشته. این یه واحد میلی ثانیه به من میده. خب حالا من اینو دارم، مثلا میگه که آقا جان از سال 1970 تا اون تاریخی که تو میخوای مثلا 100 میلی ثانیه گذشته فرضاً، بعد از الان تا 1970 هم حساب میکنم تعداد میلی ثانیهش رو، این دوتا رو از هم کم کنم میشه فاصله این دوتا، بعد فقط میمونه تبدیل کردن این میلی ثانیه به ساعت و روز و دقیقه و اینا. یه همچین کاری میخوایم بکنیم. یه فانکشن مینویسم اسمش رو میذارم get remaining time. اول تعداد میلی ثانیه تا امروز هم حساب کنم، میرسم today مساویس با new date، اول تاریخ امروز رو در بیارم، بعد که در آوردم get time. بچه دستور new date به شما تاریخ امروز رو میده، بعد get time هم بزنید تعداد میلی ثانیه از 1970 تا امروز رو میده. این از 1970 تا اون تاریخ آینده رو میده، این تا امروز رو میده. حالا فرق کافی این دوتا رو از هم دیگه کم بکنید. خب پس میگم که const t مساویس با future time منهای today، این میشه فاصله بین این دوتا روزه. اوکی بریم ببینیم console.log تیو ببینیم. چرا نداد؟ آه فاکشنش فراخونی نکردم. میشه اینقدر. یعنی فاصله بین الان امروز تا اون تاریخی که من دادم 28 فوریه میشه اینقدر ثانیه. اینقدر میلی ثانیه. خب این از این. امروز هم بچه 19 فوریه است، یعنی چند روز دیگه؟ 9 روز دیگه. 9 روز و اینا میشه اینقدر. حالا من بعد یه جوری بچه ها اینو تبدیل بکنم به چی؟ تبدیل بکنم به ساعت و روز و دقیقه. حالا یه سوالی بچه ها، یه روز چند میلی ثانیه است؟ const one day یه روز چند میلی ثانیه است؟ یه روز چند ساعته؟ 24 ساعته. هر ساعت چند دقیقه است؟ 60 دقیقه. هر دقیقه چند ثانیه است؟ 60 ثانیه. هر ثانیه هم 1000 میلی ثانیه است. به این صورت. برای برگشت حساب کنید. 1 hour یک ساعت 60 دقیقه است. 60 ثانیه ضرب در 1000 میلی ثانیه. cons 1 مینت 60 یک دقیقه 60 ثانیه از ضرب در 1000. خب حالا میام پایین. حالا من این فاصله بین این دو تا روز رو به اساس میلی ثانیه دارم. فقط تنها کاری که بکنم چیه؟ بعد تقسیمش کنم بر اینا که تعداد روز و ساعت و دقیقهش در بیاد. اما تقسیم عادی نه، یه ذره فرق میکنه. یه لحظه بچه‌ها. خب بچه‌ها یه کار بکنیم. یه قسمت کوچولو بیشتر نمونده پروژه، بریم بیایم جلسه آخر تمومش بکنیم. فعلا خداحافظ.